کارمل در ایام زمانداری مزدورانه خود سفرهای متعددی را به شوروی انجام داد که هر بار دید و وادیدهای او اهداف شوم و ضد اسلامی را در قبال داشت. اولین بار در 23 میزان 1359 کارمل جهت جلب حمایت بیشتر شوروی با ماسکو رفت و در پایان سفر اعلامیه مشترکی را مبنی بر رد تلاش های بین المللی برای ایجاد حکومت دلخواه مردم با بریژنف امضا نمود. جلب 1359 کارمل بار دیگر وارد ماسکو شد تا در کنگره 26 حزب کمونیست شوروی اشتراک نماید. کارمل در این مرتبه مورد تفقد بیشتر باداران خود قرار گرفت و بریژنف با پاس وفاداری ها مدالی را روی سینه کارمل آویخت. سوچار قوس 1360 کارمل کابل را به قصد بلغاریا ترک کرد، اما فردای همان روز در مسکو نشان طلایی خورشید آزادی را که از سرمایه ملت افغان تهیه شده بود به مناسبت سالگرد تولد بریژنف پیشوای متجاوزین تقدیم کرد. رفیق گرامی لئونید ایلیچ بریژنف، رفقا و دوستان نهایت محترم، کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقلابی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مردم افغانستان وظیفه نهایت پر مسئولیت و بسیار پر افتخار را به عهده من گذاشتند که اجرای آن باعث سرور به حد من است تا به مناسبت جشن پر افتخار سالگرد شما نشان عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان، نشان دی آزاده المر یا خورشید آزادی را به شما تفویض کنم. کارمل کل فراز دریای آمو را که کمونیست‌ها بر دوستی می‌خواندند افتتاح نمود که روسا می‌توانستند با استفاده از این پل حمل و نقل وسایط و وسایل کشتار جنگی را به سادگی انجام دهند. Thank you.
عقبی 1361 برابر نوامبر 1982 وحشی‌ترین جنایتکار تاریخ که لقب فرعون قرن 20 را کمایی کرده بود به طور مرموزی از میان رفت. با کارمل به منظور اشتراف در عزاداری او و سپردن وعده دیدار در دوزخ به مسکو شتاف و به همین مناسبت در کشور 3 روز عزای ملی را اعلام نمود. با مرگ برژنف بروشنی پیدا بود که کارمل ضربه شدیدی را متحمل شده است. او غمگینانه در کتاب مرگ برژنف امضا نمود و در جلسه شورای انقلابی یک یا با رفقایش سکوت شرم‌آور اختیار کرد. در اثر وحشتی که روس‌ها و مزدورانشان در افغانستان انجام می‌دادند، سلسله مهاجرت‌ها به جنوب و غرب دامنه وسیعی کسب کرد و مردم با تحمل مشقات راه به ایران و پاکستان پناه می بردند. جریان مقاومت بر ضد قشون سرخ که در نخستین ماه‌های تجاوز آغاز یافته بود نظم بیشتر می گرفت و خلاف پیش‌بینی محققین خارجی که گویا افغانستان طی 3 ماه به دامن شوروی سقوط خواهد کرد، با پیروزی‌های مجاهدین جهانیان را به حیرت واداشت. افغانستان گذرگاه خونین. خونین شهادت که توحید و آزادی را به بهای جانهای شیرینشان هدیه کردند و تحت رهبری بزرگان جهاد افغانستان فاتحانه و جانبازانه به جاودانگی پیوستند. دکتر گلعالم عامر دعوت فرمان کاپیسا و کابل، سید منصور آقا فرمانده جبهات بغلان، دکتر محمد ولی فرمانده در لوگر، نیک محمد فرمانده در بادغیس، فرمانده صفی الله افضلی عمر جبهات حفیظ الله افضلی شهید، کریم فرمانده در قره‌باغ،